سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی ال پی هستم، خوش اومدید به گیم پلی خیلی باحال دیگه از بازی اینترنت کافه سیمولاتور، یه بازی شبیه ساز کافینتی که خیلی باحاله. شرکت سازندش هم همون شرکتیه که بازی کاردیلر رو ساخته بود، خیلی هم طرفدار داشتون بازی هم. بچه‌ها اگه جدید هستید تو کانال من و ویدیوها رو دارید تماشا می‌کنید، حتما منو سابسکرایب کنید و اگه ویدیو خوشتون اومد لایکشون کنید. نظراتتون هم راجع به ویدیوهایی که می‌ذارم توی کامنت‌ها بهم بگید حتما. پیج اینستاگرام منم دقیقاً به همین اسم کانال وردی ال پی تو اینستاگرام هست، میتونید اونم فالو داشته باشید و مطلع بشید که چه کارهایی میخوام انجام بدم. اگه دوست دارید که بدونید داستان بازی چیه، حتما ادامه ویدیو رو تماشا کنید. خب من یه ذره قبلا بازی رو تست کردم ببینم چه جوریه، اوکی هست که ویدیوشو بذارم یا نه، همه چی اوکی بود، ولی الان دوباره از اولشو میرم. استارتاپ معمولی هم میرم که فقط با 10000 دلار بازی رو شروع کنیم دیگه. خب میگه که تو این اتاق رو اجاره کردی، تو هتل میتونی توش بخوابی و غذا بخوری و بعد یه سری چیزا رو افزایش بدی که کسب و کارت بهتر بشه. خب بریم توی آشپزخونه اول یه چیزی پیدا کنیم بخوریم. این صدا شیر نده. به به، چه خونه ای؟ خونه که نیست البته، هتله. ببینیم توی یخچال چی پیدا میکنیم بخوریم، بذار از این وضعیت نجات پیدا کنیم. پیتزای مال دیشب میخورم، کن فود، یه سوپ هم میزنیم روش. خب بهتر شد. این فقط هانگری داره، فقط گرسنش میشه. تو بازی کاردیلر فقط خوابش میومد. بعد بازی مشکلی داشتش که من میخوابیدم بیدار میشدم کلن همه چی گیم به هم میریخ، مثلا همین نتونستم ادامه گیم پلیشو بذارم. هر کدوم از شما که این ویدیو رو داره تماشا میکنه، اگه اون بازی رو انجام داده و میدونه که داستانش چطوریه، خوابیده بلند شده همه چی عادی بود، حتما توی کامنت ها من بگه که چی کار کرده که اگه بشه منم ادامه گیم پلی اون بازی رو بذارم حتما. چه هتل تر و تمیزی هم هست. اومدیم یه هتل اجاره کردیم که کسب و کارمون رو راه بندازیم و بریم ان شاءالله خونه خفن بخریم. چند طبقه هست؟ حالا همین دو طبقه بود فکر کنم، از اینجا باید بریم بیرون. همه درها هم رو به تو باز میشه، تو مخ نمیدونم چرا. خب دو تا مارک داریم تو نقشه، یکیش کافمونه، اون یکی نمیدونم چیه، شبیه کشتی آیکونش، ولی فعلا اول بریم سر به کافه بزنیم ببینیم چه خبره. خب این یه دونه در خوشبختانه از اون ور باز شد. اوه چه کثافتکاری هم هست. اول یه نگاه بندازیم ببینیم چه خبره کلن اینجا. این ور که لاکه نمیتونیم بریم، همین تیکست رو توی آشپزخونهش فکر کنم، آشپزخونه هم لاک. ببینم اینجا میشه کاری انجام داد. آره با کامپیوتر میشه کار کرد، ولی قبل از اینکه برم سراغ کامپیوتر و کارهای باز کردن مغازه رو بخوام بکنم، بذار اینجا رو تمیز بکنم. کثافت گرفته. فکر کنم این قسمت تمیز شد دیگه، این بر که نمیشد بری، اینجا هم میشد بیا. اینجا رو هم تمیز میکنم. حالا فعلا البته اینجا رو هم کاری نداریم، لازم نیست همش تمیز بشه، همین قسمت کافیه. من یه سر به کامپیوترمون بزنم اینجا. این چیه دیگه؟ اینو چجوری بندازم تو ترش؟ اینم باید با جارو تمیز میکردم. رو صندلی کامپیوتر پیتزا گذاشتن، آخه کثافتا. این چه کاری آخه میکنید؟ نکنید دیگه. اینا چی؟ اینا هیچ کدوم آشغال نیست دیگه. همین یکم گرد و خاکای روی میزم زدم رفت. برو کنار ببینم این چیه؟ گانه؟ چی کار میکنه این؟ چه حرکتی این انجام میده؟ چیز باحالیه ولی. خب اینو میندازم پایین فعلا. با باتوم هم میتونم. آها این شاید واسه مشتریاییه که میخوام پول ندن. خب خوبه اینا واسه دم دستم باشه، لازم میشه. پوستر چی؟ کجا میتونیم بزنیم؟ پوستر رو بزنم جلوی در ورودی میشه؟ آره این اینجا باشه اوکی. یکم به کامپیوتر بر بریم ببینیم چه خبره اینجا.
کامپیوتر رو روشن کن ببینم. سیستمم فوق العاده ضعیف. اوه اینا چیه؟ خب اول زامازور چیه؟ Everything you need، چیزایی که لازم داریمه. 10,000 دلار پول دارم دیگه، میتونم یه سری چیز نیز بخرم باش. با چی میاد بیرون از این؟ اینو ببندم. کامپیوترز هیچی توش نیست. من از همین زامازور فکر کنم باید شروع کنم. خنک کننده و تهویه هوا داریم، ببینم از این ماشینا میشه بخریم. 3,000 تا یه دونه از اینا میخرم تا برسه. من این دستگاهی که خریدم کو؟ اینو خریدمش دیگه، اومد. نمیدونم رسید یا نرسید. یه دونه کامپیوتر کیس میخوایم. اوه چقدر گرون، خیلی اینا گرونه. چیز ارزونتر نمیشه واسه شروع به ما بدی؟ چرا ارزونه هم این پایین. یه دونه 1,400 دلاری میخرم. نه دیگه، چتمت نمیخوایم بکنیم، کار داریم الان. تبلیغ هم میاد چقدر حالا. خب اینم داره دلیور میشه دیگه، داره میرسه واسمون. اینا چیه؟ چیر، صندلی. یه دونه صندلی هم میخرم اول ارزو. این دیگه خیلی زایه است، این گرونه. این 780 دلاره ولی بد نیست. نمیدونم حالا همینم. یه دونه این صندلی هم میخرم دیگه. چی؟ فن فعلا گرم نیست فکر کنم. گیم کنسول، کنسول میتونیم بذاریم ولی تیوی و اینا نداریم آخه الان. هیچی. کیبورد یه دونه لازم داریم، یه کیبورد ارزونم پیدا بکنم. همین 199 دلاری هم میخرم. موس هم میخوام یه دونه. فعلا با یه دونه سیستم میخوام شروع کنم ببینم اصلا داستانش چیه. یه موس 199 دلاری هم میخریم. لپتاپ که نه، یه مانیتور میخوام الان فقط فکر کنم. تیبل، یه میزم باید بگیریم دیگه قطعا واسش. ببینم میز چیا داره. تیوی تیبل که نه، این خوبه. چقدرم قیمت ها رفته بالا. تیوی نه، این چیه؟ پوستر. مانیتور چی پس؟ آها اینا، مرسی. تبلیغ هم هی باز میشه مثلا. یه دونه مانیتور اینو. اوه دیگه داره خطری میشه. یه دونه مانیتور هم میخرم. کامپیوتر رو میبندیم، یه سر میایم بیرون ببینیم چه اتفاقایی افتاد. چیزایی که خریدیم رسید یا نه؟ کجا رو من این داداشمون آورده واسه رو. سلام رفیق. تو که بدبختی که بابا. برو آقا جون، برو اینجا کار داریم ما. برو عزیزم. دارم اینجا. خب از همین اول درست میذارمشون که مشکلی پیش نیاد. اینو هم کنزم اینجا. خب میز و یه دونه شو میذارم اینجا فکر کنم میشه سر راه، چون فعلا یه دونه میخوام بذارم. از این ور شروع میکنم، میذارم یه میورتر که جلو در رو نگیره. میذاری اینجا. خب این از میز ایام بدوزن اینا رو. موس رو میذارم اینجا. چرا تیک تخت منو نذاشتم؟ موسش چقدر بزرگه، یکی احساس کنم میخواد بیاد دوزی. موس هم میذاریم اینجا. این هم کیبورد. خب این کامل شد. این یه دونه چی بود؟ حالا فریم چی بود؟ آها این دستگاه هست. وح وح این هم چیز باحالیه، خوبه. این هم میذاریمش اینجا. بریم مغازه رو باز کنیم ببینیم چه خبر میشه. آها اینا همه دم در فکرم منتظرن. درم میبندم که هرکی خواست بیاد تو بفهمم. آها
الان بازش میکنیم، از اینجا باز میشه. خب ما میریم اینجا سر کار، اینا رو نمیشه از اینجا جمع کنیم، از این وسط یکم تمیزتر به نظر بیاد. حتی برش داری نو ببرم اینا رو بندازم پشت، مثلا برم این زیر جارو رو هم بردارم از اینجا ببرمش اون بر. این هم میذاریم اینجا، بذاره منتظر بمونیم ببینیم کسی میاد تو دیگه. کی الان میره آخه کافینت؟ اصلا همه دیگه خودشون یه لپتاپ رو دیگه دارن دیگه، چراغ هم میشه خاموش روشن کرد، روشن باش. خب مثلا من اینجا مشغول کاری هم، میتونستم موس و کیبوردم رو ببرم بذارم اون بر، هیچ کس نمیاد. الان اینو میتونم روشنش کنم، مشتری نداریم، کاروبار کساده. اینم دوباره از اون گیمایه که هیچی اصلا بهت نمیگه که چی کار باید بکنی، همه چی خودت باید بفهمی. باز اون کاردیلر میگفت اول کجا برو چی کار کن، هیچی نمیگه. یه ذره منتظر میمونیم ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه، کسی میاد یا نه. برم یه سر دیگه اینجا ببینم میتونیم چند تا چیز دیگه بخریم، یکم مغازه رو جالب ترش کنیم. آیسی دیزاین، آیسی استور، بیلز، اسکرچ ان وین، والپیپر، کریپتو اکسچنج. کریپتو اینا که فعلا کار نمی کنیم، اصلا از همون زامازور که آمازون خودمونه ببینیم چیز به در بخوره دیگه میتونیم داشته باشیم که به کارمون بیاد. پوستر مستر و تیوی و بابا ولمون کن دیگه، اینا چی میگن؟ لپتاپ، موس، کیبورد، هدفون، هدست هم بعدی نیست داشته باشیم، یه دونه ارزون یه 400 دلاری بفرست. کنسول هم تیوی میخواد، یه فن هم بگیریم. 720 تا چه خبره بابا، نمیخوام. صندلی هم که گرفتم یه دونه پنکه سقفی، این هم خوبه. یکم فضا رو برای مشتری ها بهتر کنیم. ایر کاندیشنر چی داریم؟ یه دونه اسپلیت هم میگیرم. هر خریدی که میکنیم کلی تبلیغ میاد رو صفحه، نمیدونم چرا. خب اینجا که دیگه چیزی نمیخوام. ورکرز میتونم یه بادیگارد بذارم برای اون یه دونه کنسولم فقط. خب ببینم رسید وسایلمون از کجا میفرستن؟ سقف میفته چیزایی که میخریم از آسمون میاد. خب این چیه؟ عجب چیزی بود، چی نبود. هدست هم کو هدست قیب شد، هنوز بسیم که درست لود نشده. ولی میذارمش اینجا، مثلا یه هدست اینجاست ولی هیچ کس نمیبینه هدستو. ایر کاندیشنر هم ببریم تو. خب بعد از انگار پشتش بیرون باشه از دیوار، نمیدونم چرا کامل که میچسبونیش رو دیوار نمیشه. یه چیز دیگه هم خریده بودم، اونم بیارمش تو. در مغازم که به روی همه بازه، هر کی میخواد بیاد تو، اصلا پول نمیگیریم فعلا. عجیب، هدست هم چرا محوه؟ هدست غیب خریدم. اینم ورش میداریم میچسبونیمش به وسط سقف، همینجا خوبه. خنک، کافینت خنک. این میزنه چراغ رو قطع کنه. چه جای چراغ رو عوض کنیم؟ چراغ رو نمیشه دست. یه
ببینم این بیرون نباید کاری انجام بدی که کسی بیا تو. خب الان از دم در یه ذره روخ جالبتری داره، فقط خیلی کثیفه. میکنم یه ذره دیگه مشتری ها بیان تو. خب بچه، امیدوارم از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش بکنید، و اگه جدید هستید و ویدیو منو دارید تماشا میکنید حتما منو سابسکرایب کنید، و نظراتتون رو راجب گیم پلی که میذارم توی کامنت ها بهم بگید حتما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.